شخصی مدام ماشینش رو میدوزیدم، مال این عصر نیست، عصر قدیم هست. و دوستش بهش پیشنهاد کرد، گفت یه دونه قفل فرمون بگیر، الان دیگه احتیاج نیست. گفت باشه، رفت قفل فرمون گرفت. بعد دو سه هفته گفت دیگه ماشین ندوزیدم. گفت نه دیگه ندوزیدم، فقط یه مشکل دارم. گفت چیه؟ گفت موقعی که میخوام ماشینمو بپیچونم سخت پیچوندنش. یه تا آخرش بخونید چه کار میکرده با اون قفل. ما امروز کلام خدا رو داریم که باید زندگی کنیم، باهاش قدم برداریم. آنچه را که ما رو تا انتهای عمرمون رها نمیکنه چیه؟ آمین. که مسیح ما رو رها نمیکنه، اون که من دارم میگم از خودمونه، فکر ما هست. در از فکر هرگز ما رو رها نمیکنه. شما میخوایی بری مسافرت، میگی فکر بخواد هست. میخوایی بخوابی، به طور خاص اگه تو مشکلات سختی باشی، مدام داری فکر میکنی، مدام میبینی این فکر با تو در رابطه هست، انگار یه موجودی در وجود تو هستش و همش داره با تو صحبت میکنه. در از فکر تلاشی هست که برای به دست آوردن پاسخی درست و صحیح نسبت به سوالات ذهن ما میباشه و در ارضای منطق خرد خیش دانش مناسب و دانشی که میتونه حقیقت داشته باشه رو به دنبالش هست و نسبت به نیازهای امروز و فردای من نیز تفکر میکنه، که تفکر برای من تدبیر رو میاره، تدبیر باعث خواهد شد که من تصمیم بگیرم و تصمیم به فعل و فعل به فعل و عادت و شخصیت من و امروز و فردای من رو میسازه. یک مثال آفریقایی هست اعلام میکنه افکار هر انسانی دنیای اوست. پس انسان از افکارش هرگز نمیتونه رهایی پیدا کنه. از این رو تفکر و اندیشه آدمی رأی و انتخاب زندگی رو هستش و همین تفکر نمادی بر این هست که انسان آزاد و آزادی انسان همچون اهرمی است که او رو هل میده در مسیر نیازش، در مسیر خلاقیت، در مسیر اینکه بتونه نبوغی نیز داشته باشه و در اون مسیر بتونه به اهداف برسه. اما خب همیشه ما به هدف نمیزنیم. خیلی موقع هستش به جای اینکه به هدف بزنیم، تجربه کردیم، من که خیلی تجربه کردم، به حماقت زدیم. با اینکه خیلی دربارش ما فکر کردیم و اولین حرکت همون گونه که همیشه این درس های چهارگانه‌ای که من میارم خدمتتون، اول از خود پیدایش شروع میکنم، میبینیم که اولین حماقت رو متاسفانه والدین اولیه ما انجام دادن، آدم و حوا، که چگونه تفکر کردن و تفکر اونها دلیلی شد که اون مریضی نیز به ما برسه. در کتاب پیدایش 3:6 میخونیم که اعلام میکنه زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوه آن برای خوردن خوب است. من از کتاب پیدایش شریف میخونم. زن زمانی که داشت نگاه میکرد به این درخت و به این نتیجه و به این فکر رسید، زمانی بود که قبلش شیطان با او نیز یک وقتی گذاشته بود و شیطان با او اونقدر صحبت کرده بود که نگاه او رو، احساس او رو، اندیشه او رو با خودش به جنگ آورده بود. یعنی نسبت به اون عهدی که بسته بود در حضور خدا که من از این درخت استفاده نخواهم کرد، از میوه این درخت استفاده نخواهم کرد، چون با شیطان صحبت کرد، در وجودش یک جدل ایجاد شده بود، یک کشمکش ایجاد شده بود که به این وسوسه میکرد. زمانی که شما میدانید چه چیزی درست هست، در کنار این که میدونید چه چیزی درست هست، اما دنبال توجیهات هستید که بتونید آنچه که ازش لذت میخواید ببرید و یا در فکر لذت هستی نسبت به اون، اون رو عمل کنی، این نیز وسوسه هستش. و ادامه میده همچنین فکر کرد چقدر خوب هست که دانا بشود، بنابراین از میوه آن درخت
کن و خورد، همچنین به شوهر خود نیز داد و او هم نیز خوردش. آیا حقیقتاً این دانایی رو خود انسان در وجود خودش اختراع کرده بود و یا خدا به او داده بود؟ مسلماً این نیاز و این اشتیاق رو خدا به خود انسان داده بود، اما موقعیتی که ایجاد شده بود این بوده که زن اجازه داد وقت بذاره با تفکری که مخالف تفکر حقیقی بود که به خاطرش آفریده شده بودش. چرا که ما میبینیم خداوند نیز آدم رو تشویق میکنه به اینکه تفکر کنه، بی اندیشه. پس تفکر کردن ما، اندیشه ما گناه نیست و برخلاف اراده خدا نمیتونه باشه. در پیدایش 2:18-19 رو بازم از کتاب شریف براتون میخونم، اعلام میکنه: پس تمام حیوانات و پرندگان را از خاک زمین ساخت و نزد آدم آورد تا ببینم آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشت. خدا از انسان خواسته. ما چقدر موجودات داریم، چقدر حیوان روی زمین هست، حالا چقدر از حیوانات که میدونیم که دیگه الان نیستن و از بین رفتن، چقدر حیوانات خداوند آفریده بود، تمام اینها رو داد به دست آدم که نامگذاری کنن. مسلما این گونه نبوده که تو یک ساعت، یه روز، دو روز رفته همه رو دیده و رو هر کدومم یه تفکری کرده. پس خدا دوست داره که انسان تفکر کنه. خداوند طالب این بود که انسان اندیشه بکنه و به آنچه که در مسیر زندگیش میتونه باشه خود نیز سهمی داشته باشه. و اعلام میکنه: و هر نامی که آدم بر آنها گذاشت همان نام آنها شد. بنابراین آدم تمام پرندگان و حیوانات را نامگذاری کرد، ولی هیچ یک از آنها همدم مناسبی برای آدم نبود که بتواند او را کمک کند. چرا باید آدم و حوا، با توجه به اینکه احتمال میدن مفسرین کتاب مقدس میتوانن بین 30 تا 33 سالگی که انسان ها امروزه هستن نیز خداوند اونها را آفریده، اما یه چنین منطق و تزی در ذهنیتشون باشه. چرا آدم در بین تمام حیوانات آن حیوانی رو که از همه زیباتر بود رو به عنوان همسر خودش انتخاب نکرد؟ علت اصلیش این بود که حکمت خدا در او بود به توسط روح القدس، و این روح القدس بود که اون رو کمک و یاری میکرد تا بتونه یک تصمیم خردمندانه نیز داشته باشه و توی یک جایگاه درست بیسته. اما شیطان با فرصتی که پیدا کرده بود، این فرصت رو همیشه شیطان از ما میگیره، همیشه. داری فکر میکنی؟ اگر فکر ما در حضور خدا نباشه، فکر من با خودم باشه، فکر من با حرفایی که شنیدم باشه، فکر من با اطلاعاتی که من رسیده، فکر من از احساسات اشتباه باشه، اینو بدون در مقابل من و تو شیطان میشینم. بعد اون نظرش رو بهت میگن، همونطور که نظرش رو به حوا داد. و چون نظرش رو به حوا داد، وقت گذاشت روی اون، توانست تأثیر بذاره. اما فکر خدا چگونه است؟ کلام خداوند در مزمور 33:9 میگه خدا گفت و شد. اگر خدا با من و شما صحبت میکنه، میشه. دیگه به دنبال این نیستی این کار انجام بدم، حالا این کار انجام ندم، یعنی چی میشه؟ از این رو هست که کلام خداوند میگه مدام از روح خدا پرشید تا روح القدس نبوت کنه، حالا یا به توسط یک ایماندار و یا اینکه مستقیم، یا میری دعا میکنی خداوند با قلب صحبت میکنه فلان قسمت مزمور کلام خدا رو بخون و باعث امید تو داره میشه و به تو این قوت رو نیز خواهد داده. اما ما در پیدایش 3:1-4 میخونیم که شیطان با بحثی نرم، شیطان با یک مشاجره نرم نمیاد بگه این کار رو بکن، من میاد کم کم قانعت میکنه. حقیقتا خدا گفت اگر تو از این درخت بخوری خواهی مرد، نه نخواهی مرد. یه چیزایی رو واقعی میگه که شما بپذیری و حقیقت رو از تو میگیره
با حقیقت شیطان کار نداره، چرا که پدره روحانیان هستش. از یه رو هست ذهنت وقتی که مشغول یک موضوعی میشه اونو محک کن با کلام خدا. آیا این که داره میشنوی واقعیت یا حقیقته؟ واقعیت تبدیل حقیقت هستش. امیدوارم باز به کسی بر نخوره، تو ذهنم میاد اینها رو میگم. بر فرض مثال حسن از حسین توی کلیسا برش میاد، بعد میشه دعا میکنه، احساس خوبی نداره دیگه تو کلیسا باشه به خاطر حسین. حسن میگه من در حضور خدا که میرم آرامش ندارم، دیگه نمیخوام کلیسا بیام. ولی وقتی کلام خدا رو میخونی، کلام خدا اینو نمیگه. کلام خدا من صحبت از اتحاد میکنه، یکدلی میکنه. وارد خونه میشه میبینه خونه به هم ریخته است، همسرش عصبیه، روز بعد دوباره همینه، روز بعد همینه، پیش خودش میگه نه این همسر به درد من نمیخوره، ما تفاهم نداریم. خلاصه ایماندارم هستیم، اما نه این مانع زن من داره مانع خدمت من میشه، مشکل داره بر من ایجاد میکنه، برای احساسش کار میکنه. یک مشاجره نرم شیطان با شخص شروع کرده. این به درد تو نمیخوره، این کلیسا به درد نمیخوره، این مملکت به درد تو نمیخوره، این دوست به درد تو نمیخوره. و در این مشاجره نرم تو رو متقاعد میکنه به دروغ خودش، همون گونه که ما میبینیم حوا نیز آن را انجام میده و باعث آزار و رنج موقعیت خودش میشه. از این رو هستش که وسوسه رو آنانی که تحقیق کردن به عنوان یک فکر سمج و ثابت معرفی میکنن که در پی لذت تجربه شده و یا لذتی که تصور میکنه میتونه یافت کنه اعلام میکنن و اون رو در مسیر یک نیازی ماورای نیاز اعتدال که کلام خداوند میگه به اعتدال زندگی افراد و تفرید نکنید، هوشیار باشید به آنچه که حکمت هست. و چون از اعتدال بیشتر میشه چی میشه؟ طمع. طمع چی میشه؟ براور ریشه همه بدی هاست. و اونجا هستش که مشورت دهنده من شیطان هست که من رو در مسیر طمع آلوده میکنه، حتی نسبت به نیاز من، نسبت به آنچه که حالا هر بودی میتونه باشه. پس انسان ها به این نتیجه خواهند رسید که برای اینکه بتوانند خوشحال باشن، هپی باشن، آرامش داشته باشن، ثروت خوبه، قدرت خوبه، نیرو داشته باشن، مشهور باشن خوبه، دوستای پولدار داشته باشن، زیباتر بشن خوب هست، و به دنبال موضوعات دیگه ای میره. نویسنده اول تیموتائوس 6:9-10 اینگونه اعلام میکنه: اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی میکشاند گرفتار میشوند، زیرا عشق به پول، نمیگه علاقه، میگه عشق. عشق فقط و فقط در حضور خدا تعریف اول رو داره. و وقتی در حضور خدا تعریف اول رو داره، مسئولیت میاره، وفاداری میاره، و اون موقع در حضور همسرت داری، در حضور فرزندانت داری، در حضور همکارت داری، اون سهم تو میشه. اما عشقی که داره این نویسنده کلوس رسول میگه، در اصل عشقی هست که فقط عشق آغاپ هست که نسبت به خدا هستش. میگه اینو جاشو عوض کرده، انگار ثروته شده عشقش، کارش شده عشقش، حتی میخوام بگم من از خودم میگم خدمت کشیشی شده عشقش. این اشتباست. وای بر من روزی که از خواب بیدار بشم به جایی که در حضور خدا برم، برم یک کتاب برم پای تلفن برای یکی دعا کنم، برم رفع مشکل یه نفر رو بکنم. وای بر من اون روز دیدم اصلا نمیتونم، هیچ فوکوسی ندارم برای کارم. و بارها و بارها به زور بجان گفتم لطفا اون صبح که من بلند میشم بذار خود من رو بذاره سر کار، تو من رو سر کار نذار، بتونم این ریتمم رو، این بالانسم رو داشته باشم.
و این کاری هست که همه ما باید انجام بدیم. اعلام میکنه زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی ها هستش و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته. نمیگه بی ایمان ها، داره صحبت از ایمان داره میکنه، داره صحبت از رسول میکنه. هر عشقی که قلم روی عشق اصلی خدا باشه بیاد جاشو پر کنه، میگه این نیست باعث خواهد شد که من منحرف بشم، قلب‌های خود را از قلب‌های خود را با رنج‌های بسیار جریدار می‌سازند. کسانی که این اجازه رو میدن که توی یک جایگاهی قرار بگیرن که متاسفانه باعث این خواهد شد که از هدف اصلی که در حضور خدا بودن به مشورت در حضور خدا هست نیست دور بشیم و در این موقعیت هستش که ما متاسفانه به ناامنی میرسیم. زمانی که من وسوسه میشم و ما میدونیم انسان همیشه وسوسه میشه، کلام خداوند میگه وسوسه همیشه هست، زمانی که اجازه میدم وسوسه بر من غالب آید، من گناه کردم. و زمانی که من گناه میکنم زمانی هست که من متاسفانه در ناامنی قرار میگیرم و این نیز کمک من نخواهد کرد که من بتونم رهایی پیدا کنم. به بازی این دنیا میدم، حالا ثروت هست، قدرت هست، مقام هست، خدمت، فقط خدمت هست، هر چیزی که بخواد جای خدا رو توی زندگی من میگیره، هر چیزی که بخواد جای خدا رو توی زندگی من میگیره، چون دوست دارم اونو همیشه داشته باشم، حتی بعد از مرگم آرزو میکنم اونو داشته باشم. شخص ثروتمندی اما خسیس، وقتی دکترها جوابش کردن رو کرد به همسرش، گفتش که من خیلی برای این پولم زحمت کشیدم و میدونم که بعد از اینکه بمیرم تو و بچه هم این پول رو داغون میکنید، همه رو از بین میبرید. از این رو هستش که من وصیت میکنم با من این ثروت باید به خاک سپرده بشه. بعد همه بچه ها تعجب میکنن، میگن چی شد اینا؟ الان میگن که خیلی هم تعجب کردن، بعضی هم بودن چی شده؟ ولی این زن باشه به سادگی بچه گفتم ما چی داری میگی؟ یعنی تو جدا میخوای ثروت بابا رو، بابا رو که داریم از دست میدیم از من ثروتش هم بره توی قبر؟ گفت من یه فکری براش میکنم. چی باید یه مدتی میذاره؟ بچه ها میگن ما چه فکره؟ بابا داره حالش بدتر میشه. میگه فکر کردم تموم شد. یعنی چی؟ فکری تموم شد؟ باید یک فکری دربارش کرد، همون کار انجام میدم. ایشون فوت میکنه و به خاک سپار میسپارم به خاک و تمام میشه. میان بچه ها میگن مامان چه کاری کردی؟ اون صندوقه چی بود؟ بدبختمون کردی؟ گفت همون که بابات گفت انجام بدم. گفت چه کاری کردی؟ گفت تمام ثروتش رو تبدیل به یه چک کردم، نوشتم، گذاشتم تو بانک. زمانی که ما آن موقعیتی که به خاطرش آفریده شدیم رو در نظر نمیگیریم، این رو بدونیم به جای اینکه به هدف بزنیم متاسفانه به این موقعیت دیگه میزنیم که هم خودمون رو سر کار گذاشتیم و هم دیگران رو. یک مثال آلمانی میگه کسی که خوب فکر میکنه لازم نیست زیاد فکر کنه. این خانم هم خوب فکر کرد. وقتی در حضور خدا میگیم خوب فکر میکنه، خداوند به ما یک اندیشه سالم رو نیز میگه. در امثال 10:30 میخونیم، اعلام میکنه مردم نیک همیشه در امنیت به سر میبرن. مردمی که موقع فکر کردن نیک هستن، نیکی همین گونه تولید نمیشه. اسم درس ما هم هست از فکر تا فعل هست. عزیزان همه بروشور دارید یا نه؟ اونایی که ندارن دستشون بگیرن بالا لطفا بهشون بدید. مردم نیک همیشه در امنیت به سر میبرن اما مردم شریر بر زمین باقی نخواهند ماند. کلام خداوند درمان آنچرا که باعث ناامنی ما میشه در مزمور 37 سیمونه اعلام میکنه. بر خداوند توکل نما. چه کسی میتونه به خدا توکل کنه؟ کسی که خدا رو میشناسه، کسی که هر روز بهش کلام میکنه، کسی که هر روز بهش وقت میده، کسی که سعی میکنه حالا یه جلسه رو میفهمم، دو جلسه رو میفهمم، ولی سالی جمعاً 5-6 ماه رو به کلیسا میره، کلام خدا رو میشنوه، یه قسمتی بالاخره از این یک ساعت موعظه بعد از رسول رو
میگه مال من بود. یکی از این پرستش ها رو میگه مال من بود. با یکی صحبت میکنه وجودش پر از شادی و آرامش میشه. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین در امنیت زندگی کنی. باز میگم مشروطه برای اینکه با کلام رفیق باشی. خواهشم از شما این هست در این فصلی که داریم میریم جلو یک برنامه بدید به خودتون. آیا برنامه دارید؟ اونهایی که برنامه دارن دستاشون رو بگیرن بالا. خواهش میکنم، خواهش میکنم برای مطالعه به خودتون برنامه. منم برنامه میدم، باور کنید اگه برنامه ندم بخوندنم اصلا نمیدونم چیکار کنم. ولی صبح که بلند میشم یه قسمتی از عهد عتیق رو میخونم، حتما مزامیر داوود رو میخونم، عهد جدید رو میخونم. خب به هر حال من فکر کنم کشش هستم، باید یه کم کلام بخونم برای موعظه. خب این دیگه میشه فوق العاده. ولی یه برنامه دارم برای زندگی روحانی. برای زندگی روحانی برنامه داشته باش. اکثر آسیب هایی که ما میخوریم به خاطر وسوسه هایی که ما درش شکست میخوریم علتش اینه که ما برنامه های روحانی نداریم. ما برنامه روحانی نداریم، زود لرزش میکنیم. حالا میگید شما وسوسه بعد از وسوسه خود برنامه هست که کی میرم دنبال برفض رابطه نامشروع. من نمیرم، اوکی. من دیگه دوزی نمیگم. بابا خیلی خوبه. درس من دیگه دروغ نمیگم. بابا من دیگه مستی نمیکنم. هاللویا چقدر خوبه. آیا تا حالا شده که بگی من خسته هستم از این زندگی؟ شده؟ شما به وسوسه درونت اوکی کردی. کلام خدا میگه دهان خود رو به نیکویی باز کن. اگر منفی صحبت کردی نسبت به خودت، نسبت به اطرافیانت، نسبت به آینده، نسبت به بچه‌ات وسوسه شدی و فعلش کردی، به زبان که آوردی فعل شده، اول فکر بوده، عملیش کردی. پس به راحتی ما وسوسه ها رو داریم، مجری هستیم توی این قسمت.